محققان دریافتند افزایش 1 درجه سانتیگراد در دمای جهانی منجر به کاهش 12% تولید ناخالص داخلی جهان می شود. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه با هم می بینیم. تحقیقات نشان داده است که آسیب اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوایی 6 برابر بدتر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد. زیرا گرمایش جهانی ثروت را با نرخی مطابق با سطح خسارات مالی یک جنگ دائمی کاهش می دهد. محققان دریافتند افزایش 1 درجه سانتیگراد در دمای جهانی منجر به کاهش 12% تولید ناخالص داخلی جهانی GDP می شود که تخمینی بسیار بالاتر از آنالیزهای قبلی است. جهان از زمان پیش از صنعتی شدن بیش از 1 درجه سانتیگراد گرمتر شده است و بسیاری از دانشمندان اقلیم پیشبینی می کنند که افزایش 3 درجه سانتیگراد تا پایان این قرن به دلیل سوزاندن مداوم سوختهای فسیلی رخ دهد که هزینه اقتصادی هنگفتی به همراه خواهد داشت. بر اساس پژوهش‌های اخیر، افزایش دمای 3 درجه سانتیگراد باعث کاهش شدید تولید، سرمایه و مصرف می شود که تا سال 2100 از 50% فراتر می رود. این زیان اقتصادی آنقدر شدید است که قابل مقایسه با خسارت اقتصادی ناشی از جنگ داخلی و دائمی است. آدریان بلال، اقتصاددان در هاروارد در مقاله‌ای نوشته است: هنوز رشد اقتصادی وجود خواهد داشت، اما در پایان قرن ممکن است مردم 50% از آنچه که اگر تغییرات آب و هوایی رخ نمی‌داد، فقیرتر شوند. این مقاله تخمین بسیار بالاتری از ضررهای اقتصادی نسبت به تحقیقات قبلی ارائه می‌کند و هزینه اجتماعی کربن را محاسبه می‌کند که هزینه خسارت وارده به دلار به ازای هر تن انتشار کربن اضافی 1056 دلار در هر تن است. این مقایسه با محدوده تعیین شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده EPA است که هزینه آن را حدود 190 دلار در هر تن برآورد می‌کند. به گفته آدریان بلال، این رویکرد ماهیت به هم پیوسته تأثیر امواج گرما، طوفان، سیل و سایر اثرات بدتر آب و هوایی را که به عملکرد محصولات زراعی آسیب می‌رساند و بهره‌وری کارگران و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد نشان می‌دهد. این مقاله نشان داد که تأثیر اقتصادی بحران آب و هوا به طور شگرف‌آوری در سراسر جهان یک نواخت خواهد بود. البته در کشورهای کم درآمد بسیار بیشتر خواهد بود. این مقاله خاطر نشان می کند که این امر باید کشورهای ثروتمندی مانند ایالات متحده را تشویق کند تا در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گرمایش سیاره به نفع اقتصادی خود اقدام کنند. بر اساس این تحقیقات، افزایش دما، بارندگی‌های شدیدتر و آب و هوای ناپایدارتر همراه با رخدادهای شدید پیش بینی می شود که این اتفاقها تا اواسط قرن سالانه 38 تریلیون دلار تخریب ایجاد می کند. علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر الفت، در رابطه با آسیب‌های اقتصادی که به کشورهای مختلف دنیا و مردم با توجه به این پژوهش جدید وارد می‌شود، لطفاً تحلیل خودتان را بیان بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم. پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده در قدیم هم بسیار روش بحث و صحبت های فراوانی بوده، یعنی این که عده از محققین این آمار رو و این اعداد رو جعلی دونستند و خیلی به اونها تکیه نکردن. خب انتظار باید داشت که همچی حرف‌های راجع به این پژوهش‌ها زده بشه، اما اون چیزی که آمار داره نشون میده از اینکه همبستگی بسیار زیادی بین افزایش دما و رشد اقتصادی، تعداد مشاغل، بهره‌وری، ساعات کاری، مرگ و میر، کشاورزی
و مجموعه موارد عناصر اقتصاد داره نشون میده. واقعیت اینه که حالا اگر به بدی این گزارش هم نباشه، ولی واقعا داره این اتفاق میفته. ما تو گزارش که سال گذشته داده شده بود که اون همه گزارش بوده انگین 10 ساله و اعدادی که دست اومده بود اعداد بسیار با روایی بالایی و قابل اطمینان بوده، در این بود که سالانه شاید چیزی نزدیک 9000 نفر از گرما تلف میشن، 80 میلیون شغل به ازای هر درجه افزایش حرارت از بین میره. خب به همین صورت تولید ناخالص ملی تو گزارش سال گذشته، باز این رو من دارم میگم برای اینکه گزارش خیلی از این گزارش لطیفتر بودش، تو مناطق کم درآمد گردسیری نزدیک 7% از تولید ملی کم میکنه، تولید دامسیک داخلی کم میکنه از جی دی پی، و در مناطق پردرآمد 1.5%. و این کاملا یک عدد معنوداری هستش. اون جایی که تونستن هوا رو خنک بکنن و غلبه بکنن و افزایش دما، تونستن اون بهره‌وریشون رو هم حفظ بکنن. بله. این گزارش 6 برابر بر اساس اون چیزی که حالا نشون میده در عددش داره بدتر این عدد رو نشون میده و گفته که به ازای به هر 3 درجه افزایش دمایی که اتفاق خواهد افتاد تا سال 2100 عملا، و این رو هم بیشتر مرتبط کرد با سوخت‌های فسیلی، یعنی اینکه بیشتر دخالت انسانی در این موثر بوده، گفته 50% رشد اقتصادی در دنیا از بین خواهد رفت. خب یه واقعیت هستش، ما تو خود ایران خودمون وقتی هوا گرم شد پارسال، فرض کنید شما پایتخت رسیدش تهران رسیدش به 39 درجه تعطیلی ما داشتیم، این تعطیلی ساعت کار رو کم می‌کنید، تعداد ساعت کار در تعداد شاغلان شما در نظر بگیرید، عملا این کاهش رشد اقتصادی رو داره نشون میده. بله. در این حال خب به سری از اراضی کم آب میشن در جاهایی به خاطر بالا اومدن آب توی نقاط دیگر دنیا و آب گرفتن این اراضی حاصلخیز از بین میرن و میرن زیر آب، و مجموعاً اگر دوستانی هم هستن که فکر میکنن خب یک سری از نقاط دنیا اقتصادشون بهتر میشه از این افزایش دما به خاطر اینکه بارندگی های ناشی از آب شدن یخ قطب بیشتر میشه و در یک سری نقاط کمتر میشه و این تعادلی رو برقرار میکنه، نه به هیچ وجه تعادلی برقرار نمیکنه، در هر دو سو زیان هستش برای زیست انسان و اون چیزی که ما به عنوان اقتصاد برای ادامه حیات انسانها تلقی میکنیم. بله. به هر حال این رو نمیشه به سادگی ازش گذاشت، با اینکه این 6 برابر بیشتر اومده این اعداد رو پیش بینی کرده با یه برونیابی و یک رگرسیون رو به جلو اومده با در نظر گرفتن شیب رشد دما و از بین رفتن زمینه های به عبارت اقتصادی موثر که این افزایش گمانش موثر هستن، ولی به هر حال این اتفاق بد داره میفته و روزهای بسیار بسیار میتوان به عبارت آرمگدونی رو روزهای آخر زمانی رو برای 20 سال آینده با افزایش دما در نظر گرفت. با اینکه مثلا 1 درجه افزایش دما خیلی زیاد نیستش، یعنی اولوش 44 سال پیش دمای میانگین کره زمین فکر کنم حدود 17.5 درجه بودش، 44 سال پیش حدود 16 درجه بودش و در گزارش سال گذشته و در امسال حالا اون چیزی که پیش بینی میشه وجود داشته باشه حدود 17.5 درجه هستش. بله. این 1.5 درجه ظاهرا از نظر ما خیلی تفاوتی نمیکنه، ولی واقعیت اینه که 1.5 درجه در نقاطی به صورت اهرمی میاد بالاتر. فرض کنید شما ما سال گذشته 52 درجه رو در اومیدیه و دهلوران داشتیم، توی ماهشهر 50 درجه داشتیم و میانگین گرمترین هوای به عبارتی میانگین گرمترین روزها در دنیا حدود 17.6 درجه بود. بله آقای دکتر. این تغییرات اقلیمی بسیار زیادی ایجاد کرده که در نقاط خشک‌تر و نقاط گرمسیر به شدت ایجاد فرق می‌کنه. ببینید تعادل جمعیت جهان و تعادل اقتصاد در دنیا
یک امری است که همه دنیا دارن به سمت و سوش میرن. بحث دهکده جهانی اصلا یکی از پایه هاش همین بود، بحث توسعه پایدار همین هستش. وقتی یک قسمت از جهان به صورت نامتعادل فقیر میشه و یک قسمت دیگه ثروتمند میمونه، اون فقر عملا ثروت اون نقاطی رو که اقتصاد بهتری رو دارن هم از بین میبره. ممنونم آقای دکتر. فلزا این موضوعی نیستش که بیان به کشورهای ثروتمند یا اون کشورهای ثروتمندتر نسبت به این موضوع بخوان احساس مسئولیت کمتری میکنن. ممنونم. ممنون. ممنون. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.